بله پادشاه قرخ خیلی دستای نهفته‌ای برای ما داره. اگه توجه کنیم به این داستان قرخ و گروهش، یک نکته پروازده است، خیلی مشخصه. عقلش بارخو به هر شخصی در یهودیت وظیفه داره، وظیفه کوهنی هر قربانی بیارن، در کارهای بیت المقدس شریک بودن، کاری که کوهن میکرده اسرائیل نمیتونست انجام بده، کاری که لوی انجام میداده کوهن نمیتونسته بکنه، و کاری که اسرائیل انجام میداده رو کوهن و لوی هم نمیتونستن انجام بدن. اگه اینطور بوده بس چرا قرخ اومد و گفت ما هممون میتونیم کوهن باشیم، ما هممون میتونیم مثل موشه ربنو باشیم؟ و اومد سوالی که کرد، سوالی بودش که در واقع اون ایرادی که گرفت اصلا ایراد نامربوطی بود، گفتش که چرا موشه بعدش لیدر ما باشه، ما هممون میتونیم رهبر باشیم. تئاتر نقلوشا به ما یاد میده که حقادوش باروخو هر کسی رو با یک هنری آفریده، همونطور که صورت هر کسی متفاوت از دیگری، حتی اگه شما دوتا دوقلو هم بگیرید، دوتا دوقلو هم یه مقدار با همدیگه تفاوتهایی دارن، همونطور هم انتظاراتی که هشم از اون شخص داره متفاوت با دیگری، و به صورت کلی عقلش براخو به ما در تورا میگه از چه انتظاری میره بعد چی کار کنیم. چی شد که قرخ و گروهش این انتظاراتشون رو نمیدونستن و اشتباه کردن؟ اینا اومدن در واقع احترام و جاه و مقام گولشون زد، نتونستن خوب بیان اون تورایی که یاد گرفته بودن رو اینترنالایزش کنن، خوب در خودشون جذب بکنن، و این اتفاق رو ما میبینیم متاسفانه در هر دوره ممکن اتفاق بیفته. شخص ممکنه در یک مقطعی از زندگیش بره و یک سری دستورهای تورا یاد بگیره، میسکوت تورا یاد بگیره، چه در سنین کوچیکتره، تو مدرسه، چه بزرگتر، چه تو کنیسا، چه شبات، ولی این که شخص بیاد اینو جذبش بکنه، در وجود خودش بیاره و انجام بده، این خودش یک هدف دیگه است و یک مسیر دیگه است که این شخص باید بیاد روش طی کنه. در این زمینه داستانی میارن که هر کسی باید وظیفه خودش انجام بده. بزرگترین یشیوای دنیا در میره، میر یشیوای میر در یروشلایم، روخشن خیلی یشیوای بزرگیه، خیلی پربرخا بوده و هست. این یشیوای میر یک شخصی به نام پانویچ راب شروع کردن و اون موقع سالهای پیش، شاید حتی قبل از استقلال اگه اشتباه نکنم، شروع کردن که برن فاندیزین کردن و پول جمع کردن که این یشیوا رو بسازن. یه بار با یکی از شاگرداشون میرن در میزدن، شاگرده میبینه که قبل از اینکه در بزنه پانویچ راب زخ صدیب راخا یه چیزی زمزمه میکنه. چی میگه؟ در میزنن، کسی در رو باز نمیکنه، میبینه پانویچ راب خوشحالتره، خونه بعدی، در میزنن، کسی نیست در رو باز کنه یا هرچی، میبینن پانویچ راب خوشحال میشه، خوشحاله، تعجب میکنه، از پانویچ راب میپرسه که برا راب ما اومدیم اینجا فاندریزینگ کنیم، پول جمع کنیم برای شیوا، شما هر کسی در میزنید در رو باز نمیکنه خوشحال میشید، قضیه چیه؟ پانویچ راب میگه مسئولیت من اینه که برم در بزنم، وظیفه من اینه که برم و دنبال پول بیام برای ساختن یشیوا، ولی اینی که پولو به من کی بده اون وظیفه من نیست، اون کاری نیست که من باید بکنم، اونو خدا به من میرسونه. چه بهتر که کسی که من الان رفتم سراغش نباشه، چرا ممکنه درو باز کنه، نتونه به من کمک کنه، یا ارزش کمک کردن به یشیوا رو ندونه، یا هزار و یکی دهانه و دلیلی، اون بهانه و دلیلی که شخص میکنه میتونه برای خودش بتراشه، و این شخص یه وقت خصوش الان از طریقه من رنجوده بشه، خجالت زده بشه، بنابراین بهتر که کسی نباشه، هرشم از یه طریقه دیگه به من میرسونه، شاید عوض 100 نفر که من بعد به هم سراغشون یه نفر میاد و تمام این 100 نفر رو کمکشون برای من قرم میکنه.
همینطور هم اقدش برخواه از ما میخواد که ما وظیفه مون انجام بدیم. وظیفه چیه؟ وظیفه چیه؟ بعد به تورا رو باز کنی که ببینی. اگه تورا نخونی، وظیفه تو نمیدونی، یهودی کامل نیستی. و اقدش برخواه تو زندگی آدم موقعیت هایی میده که شخص بتونه بیاد و توراشو یاد بگیره. چه مواقعی؟ بر میسوا، بر میسوا، دوباره بعد از ازدواج، لاله نور، برای کسی نباشه. کسایی که عزیزشون از دست دادن، عقلش با خوب برشون تنظیم میکنه که به بهانه قدیش هم که شده بیان کلیسا، بیان کلیسا که تورای یاد بگیرن، زندگیشون رو متحول کنن، دیسکاور کنن، بسنجن، ببینن چیه. شاید یک کلمه که یاد میگیرن زندگیشون رو عوض بکنه. و این چه زخوتی میشه برای اون شخصی که به خاطرش اومدن کلیسا که قدیش بزنن. چون ما میدونیم قدیش برای شخص مرده نیست، همه اینو اشتباه میکنن. شخص قدیش برای بازماندگانه، برای اون بازماندگانه، برای اون عزیزاست که حالا که این عزیزشون نیست، چطور بیان اون ویدو، اون چیزی که الان دیگه بینشون نیست، اون خلایی که ایجاد شده رو پر کنن. و چقدر خوبه که اون خلای ایجاد شده با تورا میسورد باشه. اگه شخصی قدیش داره، سال اول هر سال داره میاد، اگه این روز قبلیش با روز بعدیش یکیه، این قدیش که زده وظیفه‌شو به درستی انجام نداره. چون اینکه قدیش بعد آدمو به درجه بالاتر ببره، نه همون شخصی که روز قبل بوده باشه، نه، بعد انشاءالله به زخوت این قدیش شخص به درجه بالاتر بیاد. به ذات هاشم اقدش با خوب کمک کنه که ما این درسای تورا بتونیم در خودمون عمقاً یاد بگیریم، سطحی نباشه، عمقی باشه. چرا که اگه قرخ و عداتو درسای تورا رو عمقی یاد گرفته بودن و اون جا و مقام و هوس و حسادت بهشون نفوذ نمی کرد، اینا هیچ وقت به این گناه کشیده نمی شدن. چقدر ما می تونستیم با وجود اون اشخاص الان حتی به درجات بالاتر باشیم به عنوان ام اسرائیل. بیبی خنن یا منارو شما منارو سر بشبخول ازاکت در اتفاقی به همین طورم سود شنم عربنا خواست من